یازدهم آبان 1378 انفجار قرارگاه مجاهدین در بصره توسط عوامل تروریست رژیم آخوندی. عملیات ویژه. از ابتدای سال 1378 وزیر اطلاعات وقت نظام آخوند یونسی طراحی یک سلسله عملیات ویژه علیه سازمان مجاهدین را دنبال می‌کرد که این یکی از آن موارد ویژه بود. عملیات ویژه در نظام آخوندی عملیاتی است که تمامی اقدامات مربوط به آن را بالاترین سران رژیم مستقیما دنبال می‌کنند. روز 11 آبان سال 1378 تروریست‌های اعزامی از تهران با انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در کنار یک قرارگاه ارتش آزادی بخش در 40 کیلومتری بصره به نام قرارگاه حبیب باعث شهادت 5 مجاهد خلق به نام‌های حمید احرار، محمد رضا دلیری، عباس فروغزاده، حمید دانایی و روح الله صفابخش شدند. علاوه بر این خسارات زیادی هم به ساختمان‌های قرارگاه حبیب وارد شد. در این عمل تروریستی بیش از 50 تن نیز مجروح. بلافاصله ارگان‌های غیررسمی رژیم آخوندی مسئولیت این جنایت را به عهده گرفتند و رادیو تلویزیون رژیم هم از این عمل تروریستی ابراز شادمانی کرد. 13 آبان 1357 یادآور به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط رژیم شاه. ظهر روز 13 آبان سال 1357 دانشگاه تهران شاهد جلوه پرشوری از مقاومت و قهرمانی دانش آموزان انقلابی میهنمان و همچنین شاهد صحنه دیگری از جنایت و صفاکی مزدوران رژیم شاه بود. آن روز هزارها نوجوان دانش آموز به دانشگاه رفته بودند تا همراه با همرزمان دانشجویشان به دیدار پدر طالقانی که تازه از زندان آزاد شده بود بشتابند. مزدوران شاه به روی این نوجوانان آتش گشوده و ده‌ها تن از آنان را به خاک و خون کشیدند. همان شب پخش تلویزیونی صحنه‌هایی از تظاهرات دانش آموزان در دانشگاه تهران و مقاومت آنان در برابر مزدوران شاه همه را منقلب ساخت و آتش قیام خلقی را که می رفت بنیان رژیم دیکتاتوری شاه را در هم بکوبد در یکی از حساس ترین مقاطع خود شعله ور ساخت. بله، به رود نتوان گفت بمان، به خورشید فروزان نتوان گفت نتاب، و به دریا نتوان گفت برخیش متاب، و به آزادی نتوان گفت در حبس بمان. تکاپوی دانش آموز ایرانی برای رسیدن به آزادی هرگز متوقف نخواهد شد و تهدید و ارعاب و البته هیچ اقدام فریبکارانه‌ای هم مانع از حرکت آزادی خواهی جوانان ایرانی نخواهد شد. سیزدهم آبان 1358 فتنه دجالگرانه خمینی، آغاز گروگانگیری در سفارت آمریکا. در همان ساعت‌های اولیه وقوع حادثه، خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید. رژیم خمینی در پشت پرده سه هدف را دنبال می‌کرد. یک، مات و از صحنه خارج کردن نیروهای انقلابی و در رأس همه مجاهدین. دو، کنار گذاشتن دولت بازرگان که تا چندی پیش از این آن را دولت امام زمان مینامید. سه، به تصویب رساندن قانون اساسی ولایت فقیه در قوقای شعارهای ضد استکباری. روز 13 آبان سال 1358
53 تن از کارکنان سفارت آمریکا در تهران توسط عوامل خمینی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند به گروگان گرفته شدند. این گروگانگیری 444 روز به طول انجامید و خمینی در طی این مدت با شعارها و تبلیغات به اصطلاح ضد امپریالیستی ماهیت بقایت مرتجع و دیکتاتور خود را پنهان کرد و دست خود را در سرکوب مجاهدین و دیگر مبارزان راه آزادی و هر نرای مخالف دیگری را با مارک طرفداری از آمریکا باز کرد. اما به رغم دعاوی دجالگرانه، وقتی در مقابل تهدید واکنش جدی آمریکا قرار گرفت، بعد از 444 روز عقب نشینی کرد و گروگانها را آزاد کرد. پس از مرگ خمینی، گروگانگیران سفارت آمریکا به ویژه در دوره رئیس جمهوری خاتمی به اقتضای جنگ و درگیری‌های باندی و جناحی یکی پس از دیگری از کرده خود ابراز ندامت کردند و به تصریح یا به اشاره اعتراف کردند که هدف از این کار نه مبارزه با آمریکا بلکه قلقم مجاهدین خلق ایران بوده است. هفدهم آبان 1332، آغاز محاکمه مصدق. هفدهم آبان 1332، دو ماه و 21 روز پس از کودتای 28 مرداد، محاکمه دکتر مصدق که در بازداشت بود به اتهام ضدیت با سلطنت و قصد برکنار کردن شاه و نیز به عنوان مسبب وقایع 20 تا 28 مرداد در محکمه نظامی تهران آغاز شد. دکتر مصدق معرفی خود را نخست وزیر قانونی ایران اعلام و به صلاحیت محکمه اعتراض کرد و گفت تنها دیوان عالی کشور می تواند رئیس دولت را بازخواست قضایی کند. با بیان این مطلب جلسه محاکمه به مدت یک هفته تعطیل شد تا اعضای محکمه که چند افسر ارشد بودند ظاهراً به صلاحیت خود رسیدگی کنند. دکتر مصدق گفته بود که طبق قوانین ایران دیوان عالی کشور جای رسیدگی به قصور نخست وزیر و وزیران است. وی برکناری خود را یک کودتای خارجی خوانده بود و گفته بود که جز با رأی عدم اعتماد پارلمان فرد دیگری حق نخست وزیر را ندارد و در صورت وقوع چنین عملی این ارتکاب جرم است که باید به اتهام نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن اراده مردم محاکمه و مجازات شود. کودتا یعنی برکنار کردن دولت از طریق غیرقانونی و بنابراین کودتاگران مجرمند، نه من که برگزیده ملت و رئیس قانونی دولت هستم. عامل و دست نشانده بیگانه خائن و مجرم است، نه من. انتشار اخبار مربوط به آغاز محاکمه دکتر مصدق خشم مردم را برانگیخت. بازار تهران به نشانه اعتراض تعطیل و تظاهرات مردم در چند شهر از جمله تهران و تبریز آغاز شد. نیروهای سرکوبگر نظامی قسمتی دیگر از بازار تهران را ویران و به سوی مردم معترض تیراندازی کردند که ضمن آن دو تن کشته و عده‌ای مجروح شدند. 17 آبان 1362، تصویب طرح خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت. شورای ملی مقاومت به منظور برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم و با توجه به اهمیتی که این شورا برای دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات قائل است، طرح خودمختاری کردستان ایران را در تاریخ 17 آبان ماه 1362 به تصویب رساند. طرحی که در آن راه حلی صلح‌آمیز، دموکراتیک و عادلانه برای یکی از بغرنج‌ترین مسائل سیاسی و تاریخی کشورمان ارائه شده است.
در مقدمه این طرح گفته شده است که شورای ملی مقاومت به منظور تأمین و تقویت هرچه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور نظر به مبارزات عادلانه مردم کردستان برای تأمین دموکراسی در ایران و خودمختاری در کردستان و به منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزده کرد طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان اعلام می‌دارد. در این طرح تشکیل یک ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار پیشبینی شده و اداره کلیه امور منطقه خودمختار به جز امور مربوط به دولت مرکزی در صلاحیت ارگان‌های خودمختار قرار داده شده است و زبان کردی به عنوان زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار اعلام شده است.